خدا میرسیم به ابزار بعدی به نام کلش دیکشن. حالا ما اینجا دو تا ابزار کلی داریم از پنل کلش دیکشن به نام کلش سیتینگز و کلش چکینگ. خب حالا این مربوط به چک کردن میشه، این مربوط به تنظیمات میشه، تنظیمات کلش گیریمون که تنظیمات زیادی داره. خب من میام از اینجا این ابزار رو انتخاب میکنم. خب به این شکل، بعد از اینکه ابزار رو انتخاب کردم قسمت بالا گزینه فایل پس رو دارید. میتونید شما از اینجا اگر تنظیماتی رو قبلا انجام دادید و ذخیره کردید برای ابزار کلش، میتونید اینجا گزینه لود رو بزنید و با فرمت SCF اون رو فراخوانی کنید، یا اینکه نه برای اولین بار میخواید از این ابزار استفاده کنید میتونید ذخیره کنید. حالا الان فعلا ذخیره یا سیو ما فعال نیست. بعد از اینکه یه سری تنظیمات رو انجام دادیم یا اولین گزینه رو انتخاب کردیم مربوط به تنظیمات، اون گزینه سیو فعال میشه و میتونید ذخیره کنید و توی پروژه بعدی مجبور نشید مجدداً بیاید و این تنظیمات رو انجام بدید. یعنی از قبل انجام دادید، ذخیره کردید و سریع ازش استفاده میکنید. خب میام قسمت پایین گزینه ریل تایم کلش. این گزینه چه استفاده ای داره؟ به صورت حالا در لحظه یا واقعی میاد چیکار میکنه؟ میاد کلش رو به شما نمایش میده. یکی از ابزارهای فوق‌العاده این پلاگین هستش که در لحظه به شما نشون میده و هم لحظه میتونید کلش رو برطرف کنید. حالا تنظیمات زیادی هم داره، منظورم از تنظیمات نه این قسمت نشون دادن بلکه موارد دیگه که حالا با هم جلوتر میبینیم. اگر من گزینه ریل تایم کلش آن رو فعال کنم میتونم الان مشخص کنم قسمت پایین سلکشن چه پروژه‌ای؟ پروژه اینجا وجود داره، یه پروژه بیشتر نیست. اگر پروژه‌ای هم لینک شده باشه میتونید از اون حالا از اونم تیکش رو بزنید و اون رو هم فعال کنید و اون رو هم جزء کلشتون بیارید. خب قسمت پایین کاتگوری سلکشن A سلکشن B مشخص میکنیم. خب قسمت اول ventilation سیستم تهویه که خود این شامل جزئیات زیادی میشه، شامل جنریک مدل ها میشه، مکانیکال اکیوپمنت، داک، داک فیتینگ، ایر ترمینال، داک اکسسوریز و فلکس داک. حالا شما نمیخواید مثلا جنریک مدل و مکانیکال اکیوپمنتتون جزء کلش ها بیاد که این ابزار فوق العاده ایه که ما اینجا داریم با جزئیات بیشتر، نه به صورت کلی. تقریبا این قسمت هم قسمت کاملیه. خب من حالا کلی در نظر میگیرم، حالا به جز جنریک مدل ها اگر هم خواستید میتونید باشه. و این قسمت، قسمت سلکشن بی، اینجا هم میگید فقط ventilation. ببینید گزینه سیو بالا فعال شد، حالا میتونید این رو ذخیره کنید، سیو رو بزنید ذخیره کنید، تنظیمات رو بعدا بازخوانی کنید. این قسمت پایین invert داریم، invert رو بزنید عکس اون میشه. ببینید این اسم این ورس رو بزنم، باید به این شکل، یعنی عکسش میکنه اون چیزی که انتخاب نکردید رو انتخاب میکنه، دوباره بزنید عکس اون میشه. خب من میخوام قسمت تهویه و سیستم پایپینگ هم که حالا پایپینگ شامل سیستم سرمایش، گرمایش، آب مصرفی و حالا فاضلاب و ونت و اینا میشه. اینجا هم همینطور سیستم تهویه، پایپینگ با سیستم تهویه و پایپینگ. اگر الکتریکال هم دارید میتونید اون رو هم فعال کنید یا جدا جدا بگیرید، اون دیگه با شماست. خب من اینجا بیام این الکتریکال رو هم فعال کنم، البته الکتریکال زیاد نداریم اینجا، اون رو هم فعال میکنم. اون رو بزنید همه رو انتخاب میکنه، نام رو بزنید از حالت انتخاب کلا خارج میکنه. این رو دیگه حتما آشنایی دارید.
خب اینو تا اینجا داشته باشید تا ریل رو هم انجام بدیم، بعد بریم سراغ تنظیمات بعدی که فقط نکته که دارید اینجا سیستماتون هم روشنه. ببینید قسمت ventilation systems exhaust airتون روشنه، یعنی میاد سیستم exhaust رو هم جزء کلاستون میاره. return smoke extract اگه داشته باشید، supply air، قسمت پایپینگ هم همینطور، آب سرد، آب گرم، fire protection، حالا سیستم خوش، تر، ترکیبی و سیستم های حالا هیدرونیک و فاضلاب و ونت و اینا. هر کدوم خواستید جزء حالا کلشتون نیاد اون رو خاموش میکنید یا روشن میکنید که جزء کلش باشه یا نباشه. این هم ابزار فوق‌العاده ایه. خب بعد از اینکه حالا تا اینجا رو داشته باشید تا بعد برگردیم و گزینه کانفیگور رو با هم بررسی کنیم. خب من یه لحظه اینجا اوکی رو میزنم، قسمت پایین یک گزینه داریم ران کلش چکینگ، اینو فعلا نمیزنم. بعد از اینکه کانفیگور رو انجام دادیم برمیگردیم این رو میزنیم که دقیقاً ابزاری که کنار این ابزار وجود داره. اوکی رو میزنم، ببینید شروع میکنه لود میکنه. خب نکته ای که وجود داشت این نکته رو در نظر داشته باشید. من یه بار دیگه پنجره رو باز کنم، از قسمت دیسپلی باید روی حالت شید قرار بدید و ترانسپرنسی کنید، شفاف کنید. اوکی رو میزنم. این رو از کجا انجام بدیم؟ از این قسمت پایین ابزار ویژوال استایل انتخاب میکنم، میام گزینه گرافیک دیسپلی آپشنز رو میزنم، این پنجره باز میشه. خب از قسمت مدل دیسپلی باید انجام بدیم. خب شامل چی میشه؟ شامل این که حتما استایلمون روی شید باشه که هست، و مقدار ترانسپرنسی رو میتونید تغییر بدید، مثلا 60 یا 70 همین قلهاش خوبه. خب اینجا اوکی رو میزنم، ببینید به این شکل الان شفاف شده. خب ببینید این مربع، این حالا مکعبایی که وجود داره کلش ها رو داره به ما نشون میده، میگه اینجا کلش وجود داره. حالا یه سری قسمت ها رو میتونستیم در نظر نگیریم، ببینید اینجا کلش وجود داره. حالا اگر شروع کنیم ترسیم رو انجام بدیم، من یه لحظه میام از نمای تاپ یا لول یک مکانیکالم که نمای دو بودی رو با هم چک کنیم. خب انتخاب کیر سیمیلا رو میزنم، ترسیم میکنم، ببینید با رنگ قرمز به من نشون میده. میارم بالاتر، دوباره میام این سمت، میتونم بیام بالاتر اینجا و اینجا. در تمام ویو ها میاد با رنگ قرمز به شما نمایش میده. حالا اونایی که نمیبینید به خاطر ویو رنجمون هست، اینو میبندم. ببینید اینجا دارید، اینجا دقیقا کلش ها رو میتونید ببینید. خب این هم گزینه ریل تایم شد که ابزار فوق العاده و قدرتمندیه تو این حالا پلاگین که وجود داره. برمیگردیم کلک سیتینگ رو مجددا انتخاب میکنیم. خب بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار بعدی اون کانفیگور بود، انتخاب میکنم، این پنجره باز میشه. خب تو این پنجره همینطور که مشاهده میکنید یه سری تنظیمات حالا رنگ بندی وجود داره و قسمت های دیگه. این گزینه اول از رنگش باید تشخیص داده باشید که همون رنگی که مشخص میکنیم برای چی؟ Select Color for Hard Clashes. حالا ما اینجا کلش های هارد داریم و سافت کلشز. خب فرق این دوتا چیه؟ فرقش اینه که هاردمون کلش کاملیه و سافتمون کلش کاملی نیست. یک حالا کلرنس زون اینجا داریم، یک مقداری میتونیم مشخص کنیم. حالا شما یه موقع ممکنه نرم افزار دقیقا بیاد مماس بین دو سطح رو کلش در نظر بگیره، مثلا یک جا داکت وجود داره یک جا لوله، این رو لمس کرده و میاد به عنوان کلش در نظر میگیره و ما حالا این رو میایم بعدا میخوایم مثلا داکتمون رو آیف کنیم، لوله رو آیف کنیم، یک تولرانسی میخوایم مثلا بگیم که
فاصله مثلا تا 10 سانتی متر رو برای من کلش بگیر، بیشتر از 10 رو کلش نگیر. این رو هم میتونید مشخص کنید قسمت پایین، کلرنس اند ایگنور. حالا برمیگردم این رو هم میگم، کلرنس اند ایگنور مشخص کنید. خب ببینم موسو ببرم روی قسمت کلرنس رون، نوشته مقدار بیشتر از صفر به عنوان صاف مساوی صفر به عنوان هارد شناخته میشه. خب اینجا حالا این گزینه رو برمیگردیم مجددا توضیح میدیم، فقط این رو در نظر داشته باشید تفاوت بین هارد و صاف چی هست. اینجا فقط رنگ رو مشخص میکنیم، مثلا با چه رنگی بیاد نشون بده به ما. اینجا مشخص میکنیم به این شکل. خب یه گزینه هم پایین داریم، گزینه Builders Work Opening. اینجا چه استفاده ای داره؟ اگر خاطرتون باشه قسمت قبل راجع به حالا بحث سوراخ کردن و اوپنینگ، ایجاد اوپنینگ ها توضیح دادیم، حالا به وسیله پروویژن این گزینه رو حالا اگر فعال کنید میاد چیکار میکنه؟ در واقع میاد در نظر نمیگیره کلش هایی که به وسیله پروویژن برای حالا ساختمون در نظر گرفته شده یا همون بازشوها. یه موقع شما فایل رو لینک میکنید میارید تو پروژه، بعد داکتتون میاد از روی از داخل دیوار عبور داده میشه، اون به عنوان پروویژن شناخته میشه. حالا بیاد اونو در نظر نگیره به عنوان کلش، میاد این تیک رو فعال میکنید، دیگه اون رو به عنوان کلش در نظر نمیگیره، اونجا قراره پروویژن ایجاد بشه. خود نرم افزاری رو هوشمندانه میدونه به چه شکلی هستش و کلش در نظر نمیگیره. خب قسمت کلرنس ان ایگنور اینجا داشتیم توضیح میدادیم، قسمت بالا بین هارد و سافت. اینجا من میام مشخص میکنم، مثلا میگم 10، بذاری من بیشتر بزنم مثلا 50 واد و میلیمتر 100. برای پایپ هم همینطور دقیقا تکراری هستش. اینجا برای پایپ کلرنس زون چقدر باشه؟ زون منظور همون ناحیه است، این ناحیه اطراف که وجود داره. حالا اینجا با A نشون داده، اینجا با A نشون داده و حالا دی که داره. بعد به اسمت کاب ترای سینی کاب و اینجا به اسمت پایین هم میتونید ایگنور سایز لیست هم مثلا بیاد بگید قطر لوله. اینجا دی منظور قطر لوله است، بیاد چیکار کنه؟ کمتر از این سایز لوله رو بیخیال بشه، نیاد به عنوان کلش در نظر بگیرید. حتی میتونید اینجا سایز لوله هم براش در نظر بگیرید. قسمت کاپ ترای کلرنس زون اینجا داریم هم باش. حالا ای چی هست؟ ای فاصله کنج، این قسمت پایین هست، این فاصله افقی میشه. بی این فاصله عمودی میشه. سی فاصله سمت بالا میشه. حالا ما قسمت بالا برای دارک دیگه سی رو نداشتیم، اینو در نظر داشته باشیم. خب من اینجا میام کلرنس زون گذاشتم روی 100 یا 100 میلیمتر یا 10 سانتی متر، اوکی رو میزنم تا بریم داخل پروژه. ادامه بحثم بمونه برای قسمت بعدی.